اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين سیما خاتمهم و افضلهم العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. و الائمة الهداة المهديين المنتجبين سیما الحجة بقية الله في الارضین بهم نتولاه الى الله و من اعدائهم نتبرعو الى الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و سل اللهم بیننا و بینه وسطتن تؤدی الى مرافقت سلفه. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا له الفدا. صلوات عنایت بفرمایید. ان شاء الله از انوار قدسی امام زمانمون بهره مند بشیم، مشمول دعای حضرت قرار بگیریم. خداوند متعال توفیق بدهد این روزها، روزهای بهره گیری کامل ما از این ایام نورانی و موجب رشد و تکامل و سعادتمندی ما بشه ان شاء الله، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. جلسات گذشته عرض شد که از کلمات کلیدی قرآن و نهج البلاغه کلمه عبرت و عبرتگیری هست. مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام اصرار داره که ما اهل عبرت باشیم، عبرت بگیریم، که آثار زیادی داره. عبرت یعنی عبور کردن از یک چیز ظاهری به یک چیز باطنی که با تأمل و دقت و تفکر به دست میاد. فقط انسان تماشاچی نباشد در عالم، اهل عبور با دقت باشد از یک مورد ظاهری به یک مورد باطنی. دیشب عرض کردیم موارد عبرت زیاد هستش. 6 مورد رو عرض کردیم. دنیا محل عبرت هست، چون انسان وقتی میخواد به آرزوش برسه عمرش تمام میشه، پس باید عبور کنه، از جهل به عقل عبور کنه، از اموری که ناپایدار هست به امور پایدار عبور کنه، از لذت ناپایدار، از شادی ناپایدار به چیزهایی که پایدار هستن عبور کنه. دنیا، قبر، عرض کنم مخصوصا گذشته تاریخ محل عبرت هست. اگر انسان اهل عبرت نباشه به هر چیزی تفاخر میکنه، که امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 221 نهج البلاغه که 3 خطبه پشت سر هم تفسیر 3 آیه است، اگر کل نهج البلاغه رو نتونستید بخونید این 3 خطبه رو حتما بخونید. خطبه 221، خطبه 222، خطبه 223. 3 آیه رو امیرالمؤمنین در این 3 خطبه تفسیر میکنه. خطبه 221 همون خطبه است که ابن ابوالحدید معتزلی میگه من این خطبه رو 1000 بار از 50 سال قبل تا الان خوندم. 1000 بار قرأت هذه الخطبه منذ 50 الى الان اکثر من 1000 مره. البته میگه بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم. فوق العاده است این خطبه.
اونجا که حضرت میفرماید الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، میگه اینها انقدر اهل تکاثر و جمع‌آوری مال بودن، اینها انقدر تفاخر میکردن آمدن قبرستان ها و تعداد مردگان خودشون رو شمردن. این قبر مال ماست، این قبر از ماست. امیرالمؤمنین در این خطبه میفرماید شایسته و بجاست به جای اینکه بیایید شما قبرها رو بشمارید و تفاخر کنید، بیایید و بشمارید و عبرت بگیرید، عبور کنید از دنیا. اینا که مردن، شما مگه میخواهید ثبات داشته باشید در دنیا؟ عبور و عبرت بگیرید از این موارد. خب من امشب سه تا بحث رو انشالله به مدد امیرالمومنین از نهج البلاغه شریف پی میگیرم. این سه تا بحث خیلی مهمه. اول آثار عبرتگیری هست، دوم پیامدهای عبرت نگرفتن، سوم چه چیزی باعث میشه که اهل دنیا اهل عبرت نباشن، غالبا تماشاچی باشن، مثل یک تماشاچی که داره فوتبال رو نگاه میکنه، تحلیلی نداره مثل یک مربی تا به نتیجه برسه. چرا غالبا ماها عبور نمی کنیم از یک ظاهر به باطنی؟ چرا دنیا رو مقر خودمون قرار دادیم؟ اهل عبرت نیستیم. این هم بحث سوم است که باید محضر شما عرض کنم. اول آثار رو میگم. امیرالمؤمنین علیه السلام چهار اثر مهم رو برای عبرت میشماره در نهج البلاغه و کلمات قصارش در قرر. یک، اولین مورد، اگر کسی اهل عبرت شد به همه چیز که نگاه کرد با چشم عبرت نگاه کنه، با تأمل و دقت نگاه کنه، با تفکر دقت کنه، عبور کنه از اون ظاهر به باطن، دل نبند اونجا، اونجا توقف نکنه، اهل عبرت باشه. اولین ثمرش حضرت فرمود من اعتبر به عقلهی استبانه. اولیش روشنبینی هست، مسائل براش گنگ نمیمانه، پیچیده نمیمانه، روشن میبینه همه چیز رو، چون تحلیل میکنه، دقت میکنه، براش پیچیده نیست، بصیرت افزایی میشه براش. در خطبه 103 نهج البلاغه رحمت خدا رو شامل اون کسی میدونه که رحم الله امرأ ان تفکر فاعتبر، تفکر میکنه عبرت میگیره، فاعتبر فابصر، عبرت میگیره بعد روشنبین میشه، بصیرت پیدا میکنه، دوست و دشمنو میشناسه، گنگ نیست مسائل براش، روشن، چون با چشم عبرت نگاه کرده. و الا اگر با چشم عبرت نگاه نکنه مقهور همه چیز میشه، مبهوت همه چیز میشه، دلش رو همه چیز میبره. خیلی مهم این عبرت، دقت کنید به آثارش. باز در حکمت 208 نهج البلاغه امیرالمومنین تفکر رو زمینه عبرت میشماره و عبرت رو زمینه روشنبینی و بصیرت میشماره. در خطبه 153 فراز دوم هم باز تفکر رو زمینه بصیرت و بصیرت رو زمینه روشنبینی میشماره. بس اولین ثمره عبرت گرفتن روشنبینی هست، بصیرت هست. اونی که آهی تو سر زبون ها افتاده، بصیرت، بصیرت، روشنبینی، دوست و دشمن رو شناختن، مسائل رو حل کردن، کسی که اهل عبرت نباشه به بصیرت نمیرسه. یکی از راه‌های رسیدن به بصیرت، دوست و دشمن شناسی، روشن شدن مسائل، اینه که اهل عبرت باشه. دو، عدم اعتماد و سازگار بودن با روزگار. کسی که اهل عبرت شد دل نمیبنده به هر چیزی که از روزگار بهش رسید، اعتماد نمیکنه، چون میبینه در طول تاریخ کسانی بودن که پست داشتن و دل بستن، پست یک شبه ازش گرفته شد، مقام داشتن گرفته شد، زیبایی داشتن گرفته شد، شهرت و عرض کنم محبوبیت داشتن گرفته شد، اعتماد نمیکنه. من اعتبر به غیر لم یسک به مسالمت زمان، فرمود اعتماد پیدا نمیکنه. خیلی از گیردارهای، خیلی از افراد اعتماد کردن به اون جایگاه‌هایی است که دارن، ولی بعضیا اصلا
اعتماد ندارن به اون موقعیتی که دارن، به اون جایگاهی که دارن، چون اهل عبرت هستن. میدونن که دنیا سیستمش اینجوری هست، ویژگی دنیا اینجوری است که به تعبیر خود نهج البلاغه در حکمت نوح نهج البلاغه فرمود دنیا اقبال و ادبار داره، گاهن رو میکنه به کسی، گاهن پشت میکنه. اینجوری نیست که همیشه رو کنه. دنیا فرمولش اینجوریه، خصیصش اینجوریه، اصلا در بطن دنیا اینه. اصلا دنیا با این معنا میشه که دنیا مدام اقبار و ادبار داره. اگر کسی این رو چشم عبرت داشت دیگه اعتماد نمی کنه به اون موقعیت هایی که داره. این دو. سه که ثمره خیلی مهمی هست، کنارگیری از گناه هست. کنارگیری از گناه هست خیلی مهمه و داشت یا کسب تقوا. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی حکومت رو به دست گرفت، اولین خطبه ای که خواند سید رضی شماره خطبه رو گذاشته 16، ولی اولین خطبه حضرته. باور میکنید تمام حرف چند ساله خودش رو در این خطبه 16 جمع‌آوری کرده حضرت. اون چیزی که قرار بود در 4 سال و 8 ماه و 11 روز بگه در دوران حکومتش، انگار در خطبه 16 فرموده. خیلی خطبه کوتاهی از سید رضی آورده، دنیایی از مطالب هست. همون اولین خط این خطبه حضرت فرمود هر کسی که از اون چیزهایی که بر سر گذشتگان و پیشینیان آمده، گذشته‌های تاریخ که دیشب گفتم از تاریخ حضرت خیلی تکیه کرده، از اونها عبرت بگیره، آرام آرام متقی میشه. این تقوا هم باعث میشه که به شبهات هم نیفته، چون میبینه که کسانی بودن مثل شمر ابن ذوالجوشن که در کتاب نصر ابن مزاحم که کتاب صفین یا صفین هست، در این کتاب آورده که یکی از کسانی که در وسط معرکه که در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام بود در جنگ صفین و با امیرالمؤمنین علیه السلام هم رزم بود، این آقا مجروح شد، خبر رو به امیرالمؤمنین علیه السلام رسوندن، وسط میدان افتاده، حضرت عباشو سری در آورد داد به این سربازه، گفت برید جمعش کنید تو این عبا، بیارید خیمه. آوردن دیدن شبر ابن ذوالجوشن هست. عجب، شمر ابن ذوالجوشن هم رکاب امیرالمؤمنین بود، هم رزم امیرالمؤمنین بود، آخر آمد سینه حسین نشست. اگر کسی عبرت بگیره چطور شد شمر اینقدر صعود کرده بود، اینجوری سقوط کرد. اگه عبرت بگیره کنارگیری میکنه از گناه، تقوا بهش دست میده، مراقبت میکنه، اهل احتیاط، حتی به شبهات هم وارد نمیشه. لذا امیرالمؤمنین در گرر فرمود من اعتبر اعتزله، هر کس عبرت بگیره اعتزله، کنارگیری میکنه، و من اعتزله سلمه، هر کس کنارگیری کنه، احتیاط کنه، از گناه کنارگیری کنه، سالم میمانه. باز در گرر فرمود اعتبر تزدجر، تو عبرت بگیر تا از لغزش در امان باشی. چقدر ثمرات خوبی این عبرت، اینی که امیرالمؤمنین علیه السلام اصرار داره که به یک واقعه همینجوری تماشاچی نیستید، که شما رو خدا تماشاچی تو این عالم نیاورده، آورده عبرت بگیرید، دقت کنید، تأمل کنید. از همین نوجوانی و جوانی شما هر مسئله‌ای که دیدید صبح از خونه باشدید با چشم عبرت نگاه کنید، حالا ببینید چقدر ثمرات داره. کسی که با چشم عبرت بیاد و زندگی کنه، مسئول بشه، چه مسئول خوبی میشه، معلم بشه چه معلم خوبی میشه، مدیر بشه چه معلم مدیری خوبی میشه، رئیس بانک بشه چه رئیسی میشه. تمام پست هایی که میگیرن اگر افرادش دارای عبرت باشن خیلی فرق میکنن با اینکه اهل عبرت نباشن. این سومین. و چهارمین ثمره که خیلی مهمه و امیرالمؤمنین روش خیلی صحبت کرده، اونم هدایت هست. فرمود الاعتبار و یگود الى رشاد، اعتبار عبرت گرفتن انسان رو میکشونه به طرف رشاد، هدایت، بر اون صراط مستقیم قرار میگیره.
همون رشادی که امیر سید الشهدا علیه السلام در نامش به مردم بصره و دیگران حضرت فرمود اگر به من اعتماد کنید، دستتون دو دست من باشه، من به شما رو به سبیل رشاد میبرم، شما رو هدایت میکنم، به صراط مستقیم میبرم که لغزشی توش نیست، اون صراطی که دشمن نمیتونه بهش طمع کنه، اون صراطی که خیلی مهمه، تو اون وادی وارد بشید شما منتهی به بهش میشید. امیرالمؤمنین علیه السلام هم در نهج البلاغه فرمود اگر به حرفای من گوش کنید شما رو به بهش میبرم، اگرچه این کار سخته، هر کسی که نمیتونه اهل بهش باشه. این خیلی مهمه، این چهار ثمره خیلی مهمه. ببینید من دوتا داستان برای شما میگم از دوتا اصحابی که آمده بودن اصحاب سید آمده بودن عرض کنم که دشمن سید الشهدا بودن، دوتاشونم، یکی عبرت گرفت یکی عبرت نگرفت. اینها ببینید چطور، یکیش گمراه شد چطور یکیش هدایت شد. یکی از اونهایی که آمده بود و دشمن سید الشهدا بود عبدالله ابن جویره بود. این عبدالله ابن جویره از قبیله تمیم بود، گستاخانه روز عاشورا اول صبح ظاهرا مقتل می‌نیسه، اول صبح آمد خیلی با بی‌ادبی آمد گفت با اسم امام حسین رو خطاب کرد، حسین، حالا نمیگم چجوری بد خطاب کرد، با اسم، با بی‌ادبی و گستاخی. امام حسین برگشت اول صبح گفت بله حسین منم، حرفت چیه؟ گفت آمدم به تو مژده جهنم بدم، تو قطعا جهنمی هستی. تن و بدن ابوالفضل عباس لرزید، اصحاب به خودشون پیچیدن این چقدر گستاخی کرد، چقدر بیادبی کرد. به امام حسین میگه من مژده جهنم بهت میدم. باز تکرار کرد. سید الشهدا خیلی ناراحت شد، ببین کار کجا کشیده، به ولی خدا و حجت خدا این بر میگرده، میگه مژده جهنم بهت میگم. امام حسین علیه السلام دستاشو بلند کرد، یه دونه دعا کرد، اللهم جره الی النار، خدایا این رو درجا جهنمیش کن. سوار بر اسب بود این عبدالله ابن جویره، اومد با امام حسین بجنگه، پاش گیر کرد به رکاب اسبه، اسبه شیهه ای زد، این میخواست بیفته پاش گیر کرد، کلش میخورد به زمین، این اسب با سرعت که میرفت هی کلش میخورد به سنگ ها، انقدر این اسب این عبدالله ابن جویره رو به کلوخ و سنگ زد، سرش پوکید، همونجا به درک واصل شد، به جهنم رفت. همونجا همه اصحاب عمر صد دیدن آیا اینا عبرت گرفتن؟ نه، جسورتر هم شدن، تحلیل میکرد بابا اگر این ولی، یکی از دیگه از پیغمبر که اینو شنیده بودن، یکی از ویژگی های امام و حجت خدا مستجاب و دعوه بودنه، الان داشت مستجاب شد. همین رو حر ابن یزید ریاهی هم دید، همین جریان رو دید، در ظهر عاشورا دیدن این بدنش میلرزه، دیدن بدن. بعضیا میگن حر رو اون چیزی که نجات داد ادبش بود، بله ادب زمینه بود، اما به نظر حقیر اونی که حر رو نجات داد اعتبارگیریش بود، عبرتگیریش بود. چند تا صحنه از امام حسین علیه السلام دیده بود. دومین روز محرم که وارد کربلا شد، حر جلوشو گرفت، آب به دست امام حسین بود، به همه اصحاب حر امام حسین آب نوشاند، به اصبها هم حر میگه آب داد. اینجا دید چقدر این آقا و کریمه، اعمال رو بررسی کرد، همین جریان عبدالله ابن جویره رو دید، به خودش آمد. بعد گفتن چرا میترسی؟ تو برابر هزار نفر یک لشکری، تو که پهلوان هستی چرا میترسی؟ یه دو چهارتا کرد، این اعتبارگیریه. هر حضرت هر سلام الله علیه، اون هری که قرار بود خدای نکرده امروز ملعون بشه، الان محبوبه، چون اعتبار داشت، چشم عبرت داشت. اعتبار، عبرتگیری منفور رو محبوب میکنه، عدم عبرتگیری محبوب رو منفور میکنه. هری که خدای نکرده در دمادم منفور شدن بود محبوب شد. دو چهارتا کرد، گفت ان مقامات دنیا زائله، این یک، مقامات دنیا رفتنیه، اینو میگن اعتبارا.
اینو میگن عبور کردن، پست و مقام. و من اگه اینو حسین رو بکشم به من چه مقامی میخوام بدن؟ برفرض بدن، زائل است، رفتنیه. و الناس منه راحله، مردم هم که از دنیا میرن، هم پست رفتنی هم دنیا. فنلحق بالحسین علیه السلام فافوزوا فوزا عظیما. پس بیایید به امام حسین، دو تا پسرش هم ملحق کرد به امام حسین علیه السلام. این عبرتگیریه، اون عدم عبرتگیریه، این هدایت، اون گمراهیه. ببینید صحبت بر سر اعتباره، صحبت بر سر عبرتگیری هست، خیلی مهمی. پس آثار عبرت چی شد؟ 4 تا آثار بر شما عرض کردم. پیامتش چیه؟ همینا رو برعکس کنید. من دو تاشو فقط اشاره میکنم. اگر عبرتگیری نباشه، عبور شدن نباشه، اولش اینه که انسان زمینگیر دنیا میشه، بیچارش میکنه دنیا، دنیا قرارگاهش میشه، دنیا هدفش میشه، دنیا وسیله دیگه نیست براش، چون از دنیا عبور نکرد، عبرت نگرفت از دنیا. دنیا که زمینگیرش کرد، دنیا رو بزرگ دید، به همه چیز دنیا دل میبنده، به پستش، مقامش، شهرتش، شهوت، حب دنیا رأس و کل خطیه. این یک، این در بعد فردی. در بعد سیاسی و اجتماعی هم کشور و ملتی که عبرت نگیره همیشه مغلوب دشمن میشه. دشمن برنامه ریزه میریزه میریزه میریزه، اینها در وسط میدان دشمن بازی میکنن، شکست ها رو میچشن، یک دفعه چشمشو باز میکنه، کار از کار گذشته، چون عبرت نگرفته. اینو من اصلا میخوام این روزا توضیح بدم. حالا بحث آخر رو هم چکیده عرض میکنم خدمت شما، که چطور میشه مردم چشم عبرت بین ندارن، مردم همینجور تماشاچی هستن. چرا از دنیا، از مرگ، از قبرستان، از پست، مقام کسی که داره زائل میشه، اینها عبرت نمیگیرن؟ هی روز به روز شدت محبتشون به دنیا زیاد میشه، دل از دنیا نمیکرن، از دنیا عبور نمیکنن. علتش چیه؟ 3 تا عامل رو من از امیرالمؤمنین علیه السلام برای شما عرض میکنم. اولیش رو جلسات گذشته توضیح دادم، یادتونه جلسه اول گفتم عبرتگیری 3 زل داره. عبرتگیری قلب فهیم، سمع سمی، گو چشم بصیر. این 3 تا است که خطبه 88 نهج البلاغه فرمود کسی که قلب فهیم داشته باشه، گوش شنوا داشته باشه، چشم بینا داشته باشه، این میتونه عبرت بگیره. گوشی که شنوا نشد، حق رو نشنید، چشمی که کور بود، قلبی که فهیم نبود، این که نمیتونه عبرت بگیره. اگر کسی این 3 تا رو خراب کنه با گناه، با وابستگی به دنیا، این 3 تا رو خراب کنه، دیگه خب معلومه دیگه عبرت نمیتونه بگیره. این عامل اول هستش که خیلی مهمه، باید روش زیاد انسان بحث کنه. عامل دوم در حکمت 282 نهج البلاغه است. میبینید چقدر با نهج البلاغه میتونیم گام برداریم، قدم به قدم بریم جلو. حکمت 282، چه چیزی باعث میشه بعضی اعتبار نگیرن؟ میره توی مزه ترهیم، همونجا هم دیشب گفتم لبخند میزنه، میخنده، معامله میکنه تو تشییع جنازه، کرگ در دنیاست، اصلا تکون نمیخوره. چرا؟ امیرالمؤمنین علیه السلام پای منبر علما میشینه، حدیث میخونه، قرآن میخونه، چرا این اعتبار نمیگیره، عبرت نمیگیره، پند نمیگیره؟ امیرالمؤمنین در حکمت 282 عاملش رو میفرماید، میفرماید بینکم و بین الموعظه حجاب من القره، بین شما و بین پندگیری و عبرتگیری یه حجابی از غروره، تکبره، کبر، که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 192 سر تا سر این خطبه در مورد کبر صحبت میکنه، که شیطان سمول کبر هست، امام المتکبرین شیطان، کبر و خود بزرگ بینی داشت شیطان، باعث شد که عبرت نگیره. اگر کسی غرور، جوان مخصوصا غرور داره، کبر داره، فکر میکنه که آسمون پاره شده، این از آسمون افتاده، فکر میکنه خوشتیپ ترینه، خودش، ماشینش، لباسش، غرور گرفته، این که دیگه پای موعظه نمیتونه بشینه، این که نمیتونه عبرت بگیره.
این تو سومین عامل که خیلی مهمتر از دو تای قبلیه در خطبه 109 نهج البلاغه است، خط 14، خطبه 109 خط 14. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید سومین عاملی که باعث میشه مردم عبرت نگیرن عشق های ناروا هست. به قول آیت الله جوادی آملی چند روز قبل یک کلیپی ازش پخش کردم، خیلی جالب بود. قبلا هم همون جلسه من تفسیرش بودم، فرمود مقدس ترین پاک ترین کلمه در روایات ما کلمه عشق بود که اون فقط مخصوص خدا و عبادت و اینها بود. این کلمه مقدس و پاک رو یک عده که از خدا دور بودن این کلمه عرشی رو فرشی کردن، انقدر آلودش کردن. یه نوجوان 15-16 ساله میگه من عاشقم. اه تو چه میفهمی عشق چیه؟ چقدر خرابش کردن این کلمه رو. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید یک عده همون موقع هم این کلمه رو آلوده کرده بودن دیگه، همون موقع هم افرادی بودن که کلمات مقدس رو تبدیل به منحوس و اینها می کردن. یک عده اون موقع هم عشقای زمینی رو آوردن پیوند دادن به عشق الهی. امیرالمؤمنین در خطبه 109 خط 14 می فرماید عامل سوم عبرت نگرفتن جامعه و افراد عشقهای پوچه، عشقهای ناروا هست. لذا امیرالمؤمنین فرمود اگر کسی من عشق شیئاً، هر کسی عاشق یک چیز بیهوده‌ای بشه، اگر عاشق خدا و اهل بیت بشه که این عبرت میگیره، من عشق شیئاً، هر کسی عاشق بشه به یک پستی، بعضی عاشق پستن، اصلا عاشق عشق جنسی ندارن، عاشق پستن. دیدی از این افراد؟ دیدی بعضی از این آقایانی که شرکت میکنن تو نمایندگی و ریاست جمهوری اینا، بعضی هاشون میمیرن عاشق پستن. من عشق شیئاً، چه جنسی، چه حکمی، چه پستی، هر چیزی. بعضی ها بله عشق جنسی دارن مثل زلیخا اینا. هر کسی من عشق شیئاً یک اعما بصره یا اعشا بصره، این چشمی که گفتم سه زل داره، یکی چشمه، این چشم رو اعما کور میکنه. کسی عاشق شد به چیزی بدیهای معشوقش رو نمیبینه، بدیهای هیچ چیزی رو نمیبینه که مربوط به اونه، فقط فکر و ذهنش اونه. اعما بصره یک امرز قلبه، قلبی که باید فهیم بود امرزه، مریض میشه. از سه تا زل دو زلش معیوب شد، قلب فهیم مریض شد، این چشم بصیرم کور شد. خب این میتونه عبرت بگیره. بعد حضرت فرمود فهو ینظر به عین غیر صحیحه، نگاه میکنه ولی چشمش غیر صحیح است، بدی ها رو نمیبینه، عبرت ها رو نمیبینه. یسمع او میشنوه به اذنن غیر سمیعه، سمع سمی دیگه نداره، به تعبیر خطبه 88 غیر سمیع شد. قد خرقت الشهوات و عقله، شهوات عقلش رو از بین برده، و امات دنیا قلبه، عشق به دنیا قلبش رو کشته. و ولهت علیها نفسه، نفسش هم دیگه اسیر این دنیا شده. بعد این چنین کسی چی میشه؟ عشق پیدا کرد به یک چیزی، این چنین کسی همونی میشه که امام حسین در کربلا فرمود الناس عبید الدنیا و دین لعقن علی السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم فاذا محسو بالبلا قلت دیانو. فرمود این چنین کسی بنده دنیا میشه، عبد دنیا میشه، تسلیم دنیا میشه. الناس عبید الدنیا، غالب مردم عبید الدنیا هست. دین چی آقا؟ حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمود و دین لعقن علی السنه. لعق میدونی معنای اصلیش تو عربی چیه؟ آدامس. شما آدامس تا شیری نمیجوید، دیگه انقدر چویدید که دیگه مزش رفت، خسته شدید، دور از محضر شما، توف میکنه انسان زمین آدامس رو. دین مثل آدم شد، وقتی با نفس این هماهنگ دین مداره، با نفسش هماهنگ، این در واقع دین مدار نیست. امیرالمؤمنین در یکی از خطبه ها فرمود به عمار، گفت این عمراست دعهو، اینو ولش کن، این دین مدار نیست، این نفس پرسته.
دین رو هم هر موقعی که مطابق نفسش بود میره، مثل آدامس میشه دین براش. وقتی که مطابق نفسش میره، وقتی که نفسش یک دستوری داد، دین یه دستور دیگه، اونجا دین رو لعگون علا السنته هم توف میکنه زمین. دین مداری نیست که. تو مهریه دادن دخترش دین مدار نیست، تو عروسی گرفتنش دین مدار نیست، تو کنار پارک دین مدار نیست. اون خدایی که اون امام رضایی که در حرم هست، در کنار دریا هم هست. علم یعلم بن الله یرا الناس و عبید و دنیا و دینا لعگون علا السنته. وقتی که بلا اومد، اون سختی ها به زنگاه اومد، حضرت فرمود قلت دیانون، دین مدارا کم میشن. این کسی که عشق ناروا داره، این بنده دنیا میشه. فهو عبد لها، عبد دنیا میشه و البته عبد یک کسی دیگه هم میشه. و لمن فی یده شیء منها، بنده اون کسی هم میشه که یک ذره از دنیا داره. نوکر ثروتمنداست، نوکر قدرتمنداست. حیث ما زالت زالت الیها، حیث ما اقبلت اقبل الیها. هر موقع که این ثروتمنده قدرتمنده یک جا رفت، اون اخم کرد، این اخم میکنه، اون شاد شد، این شاد میشه. عبرتگیری نتیجهش کناره‌گیری از گناهه، نتیجهش هدایته، نتیجه های بزرگی داره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود. بحث عبرتگیری انشالله ادامه داره. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه.